این گوشه ای از ویدیویی که ولیعت پیشین اردن در اختیار بی, بی سی گذاشته ویدیویی که دیروز در حبس خانگی ضبط شد رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن صبح امروز به دیدنم اومد و به هم گفت حق ندارم از خونه خارج بشم یا با کسی تماس بگیرم چون کسانی در اطراف من از دولت و پادشاه انتقاد کردند. مشاهدین و این چند ساعت بعد خبر فوری تلویزیون دولتی اردن گوینده از قول بیانیه ستاد مشترک نیروهای مسلح اردن میگوید به حمزه بن حسین ولیعهد پیشین برادر ناتنی پادشاه گفته شده فعالیتهایش را متوقف کند تحقیقات وسیع دستگاه های امنیتی نشان داده که این فعالیت ها امنیت و ثبات کشور را به خطر انداخته است. في اطار تحقیق... گوینده از قول بیانیه ستاد مشترک میگوید که طی این تحقیقات باسم سم ابراهیم عوضلا وزیر پیشین دارایی و شریف حسن بن زاید رئیس پیشین دربار و تعدادی دیگر دستگیر شدند در خیابان نیمه تعطیل امان اوضاع ظاهرا آرام است اگرچه گزارش‌هایی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در اطراف کاخ سلطنتی منتشر شده روزنامه ها گوشه هایی از بیانیه ستاد مشترک را تیتر کردند مثل این یکی که میگوید تلاش ها برای پایان دادن به امنیت کشور خونسا شد این یکی نوشته شاهزاده حمزه دستگیر نشده است این مرد میگوید انشالله سایه خوندان هاشمی بر سر همه اردنی ها و به خصوص بر سر همه دشمنان کشور و افراد فاسد باقی خواهد ماند واشنگتن پست که خبر توتر را اول دیشب منتشر کرد از قول منابع دربار نوشته که یک توطعه پیچیده و فراگیر در جریان بوده که بعضی از سران اشایر و مقام های امنیتی کشور هم در آن دست داشتند اگرچه خود شاهزاده همزه در ویدیویی که ضبط کرده چیزی از آن نمیگوید من مسئول از همپاشی حکومتداری نیستم من مسئول فساد و بیکفایتی که از حدود 15-20 سال پیش در کشور حاکم بوده نیستم. شاهزاده همزه پسر پادشاه سابق اردن ملک حسین است که چهار همسر داشت و پادشاه فعلی ملک عبدالله فرزندی از همسر دوم ملک حسین است ملک مونا شاهزاده همزه پسر بزرگ ملک حسین از همسر چهارمش است ملک نور شاهزاده همزه ولی عهد اردن بود اما 16 سال پیش ملک عبدالله او را از ولی عهدی کرد و بعد هم پسر خودش حسین را ولی کرد ملک نور امروز از شاهزاده حمزه دفاع کرد او در توییتی نوشته است که برای معلوم شدن حقیقت و برقراری عدالت دعا می کند عدالت برای همه کسانی که هدف این اتهامهای های خبیسانه قرار گرفتند خدا همه آنها را حفظ کند این عکسی از روزهای بهتر در سال 2012 نزدیک به نه سال پیش در عروسی شاهزاده همزه اینجا در لباس نظامی در کنار برادرش ملک عبدالله و مادرش ملک نور در سمت راست تصویر و همسر ملک عبدالله ملک رانیا در سمت چپ بسم الله الرحمن الرحیم این معاون نخست وزیر و وزیر خارجی اردن ایمن صفتی که امروز در تلویزیون اردن گفت که شاهزاده همزه قصد بی سواد کردن کشور را داشت و با 14 تا 16 نفر دیگر که دستگیر شدند محاکمه خواهد شد. او گفت شاهزاده همزه با یک کشور خارجی در ارتباط بود که هواپیمایی را برای بیرون بردن او از کشور مهیا کرده بود. از واکنش ملک عبدالله هنوز خبری نیست تقریبا همه کشورهای عربی و متحدان اردن امروز در پیامهایی از او حمایت کردند و از اردن به عنوان جزیره ثباتی در منطقه ناآرام کسرناجی بی, بی سی.